سلام رفقا، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. من کمال علوی هستم و در این قسمت از ویدیو میخوام راجع به 8 نکته در مورد جذب مشتری با شما صحبت کنم. برای جذب مشتری توی یک کافه شما میتونید از راهکارهای مختلفی استفاده بکنید. اصول مشتری مداری یا کاستومر سنتری سیتی به مجموعه فعالیت هایی گفته میشه که شما با استفاده از اونها میتونید افزایش نیاز مشتری و ارتقای تجربه اونها کمک کنید. 1. شناخت و درک نیازهای مشتری ها. شناخت و درک نیاز مشتریان یعنی اینکه ما بفهمیم اونها چی دوست دارن تا بتونیم غذا و یا نوشیدنی رو بهشون ارائه بدیم که واقعا براشون مفید و جذاب باشه. برای این کار میتونیم یه فرم نظرسنجی برای مشتری‌ها طراحی کنیم و از اطلاعاتی که به دست میاریم استفاده کنیم. مثلا ازشون بپرسیم چه چیزهایی رو بیشتر دوست دارن و یا اوقات فراغتشون چطوریه. همینطور میتونیم با دیدن عادتاشون در کافه یا با تحلیل اطلاعاتی که از خریدهاشون داریم بهتر بفهمیم اونا چی میخوان و چیا رو بیشتر دوست دارن. این کار باعث میشه ما بتونیم خدمات و منوی رو ارائه بدیم که به درستی با نیازها و علایقشون همخونی داشته باشه و بهشون خوش بگذره. مورد دوم، انتقال حس خوب به مشتری. ما سعی میکنیم همیشه محیط رو تمیز و دلپذیر نگه داریم تا هر کسی که اومد حس خوبی داشته باشه و خاطره زیبایی توی ذهنش از مغازه ما بسازه و همین باعث میشه مشتری دوباره بیاد و از ما خرید کنه. یه مثال بزنم براتون. فرض کنید یه کافه ای هست که تمیز و خوش عطره، میزها و صندلیاش سر جای خودشونه و علاوه بر اون کارمنداش هم با لبخند و مهربونی کار میکنن. وقتی که شما وارد اون کافه میشید اون حس تمیزی و دلنشینی که از فضاش منتشر میشه بهتون انرژی میده و لحظات خوبی رو براتون فراهم میکنه. این کار باعث میشه هر وقت که به یادش میفتید دوباره به اونجا برید. 3. شخصی سازی خدمات. شخصی سازی خدمات یعنی محصولهای مورد نیاز یا محصولهای متناسب با نیازهای هر فرد بهش ارائه بشه، به این صورت که هر مشتری که میاد بر اساس سلیقه شخصیش بتونه سفارش خودش رو ثبت کنه. برای مثال فرض کنید یک کافه رستوران سیستم شخصی سازی خدماتش رو به کار گرفته. وقتی که مشتری وارد میشه شما امکاناتی مثل منوی انعطاف پذیر رو در اختیارش قرار میدید. این کار به مشتری اجازه میده تا مواد اضافی و یا از گزینه‌های مختلف طعم دهنده به سفارششون اضافه کنند. این نکته توی این کار باعث میشه که مشتری شما احساس کنه که سفارشش شخصی سازی شده و شما برای نظر اون احترام ویژه‌ای گذاشتید. 4. پاسخگویی به بازخوردها و شکایات. گوش دادن به نظرات و رسیدگی به شکایات به عنوان یک فرصت برای ارتقاء خدمات میتونه به ایجاد رابطه قوی بین شما و مشتری کمک کنه. مثلا فرض کن یکی از مشتری ها به شما گفت که غذایی که سفارش داده بودم خیلی سرد بود. شما در جواب این حرف باید با مشتری به چه شکلی برخورد کنی؟ و شما با لبخند بهش میگی ببخشید ممکنه اتفاقی رخ داده باشه و ما میخوایم مشکل رو حل بکنیم، آیا میتونم چیز دیگه‌ای براتون بیارم یا کمک دیگه‌ای انجام بدم که این مشکل رو حل کنم؟ اینجوری میشه که شما به صورت دوستانه میتونید این مشکل رو حل بکنید و همینطور به مشتری هم احترام گذاشتید. 5.
تخفیفات و پیشنهادات ویژه. ارائه تخفیف یا پیشنهاد ویژه برای مشتری‌های جدید شما میتونه اونها رو به خرید در کافه شما ترغیب کنه. این میتونه شامل تخفیف برای سفارش اول یا پکیج‌های ویژه شما باشه. 6. نمونه رایگان یا تست محصولات. نمونه رایگان یا تست محصولات توی کافه به این صورته که مشتری‌ها میتونن بدون هیچ هزینه‌ای محصولات شما رو امتحان کنن تا قبل از خرید با محصولات شما آشنا بشن و از کیفیت و طعم اون مطمئن بشن. به عنوان مثال یک کافه میتونه یک برنامه تست رایگان رو توی یه ساعت مشخص برای نوشیدنی‌های متنوعی که به تازگی وارد منوش اضافه کرده برگزار کنه. این کار به مشتری این امکان رو میده تا بدون هیچ هزینه‌ای با محصولات جدید شما آشنا بشه و تصمیم به خرید یا سفارش بیشتر رو با آگاهی بالاتر ثبت کنه. 7. بازاریابی محتوا و تبلیغات. خب این هم که همتون توش استادید، یعنی استفاده از تبلیغات در شبکه‌های مجازی یا اجتماعی که توی این زمینه هم همه استادن تا حدودی، یعنی میدونن چیکار باید بکنن. ولی اگر میخواید در مورد این موضوع هم توضیح بیشتری بدم حتما زیر این ویدیو کامنت بذار و من سعی میکنم یک ویدیو اختصاصی در مورد این موضوع برای شما تهیه کنم. 8. مشتری وفادار. مشتری وفادار آدمیه که همیشه به کافه شما میاد. یه مثال بزنم، از خودم مثال میزنم. مثلا فرض کنید من یه مشتری دارم که اسموتی میخواد و هر بار که به مغازه من میاد از من خرید میکنه و در واقع اون مشتری وفادار منه، چون همیشه پیش من میاد و از خدماتی که من بهش ارائه میدم راضیه. حالا من میتونم با در نظر گرفتن خدمات ویژه برای اون مشتری حس وفاداریش رو پرورش بدم. مثلا میتونم بهش کارت عضویت بدم که هر بار از مغازه من خرید میکنه امتیاز جمع کنه و بعد من این امتیازها رو یا با این امتیازها بهش تخفیف بدم و یا یه هدیه‌ای بهش براش در نظر بگیرم. این کار باعث میشه که مشتری حس کنه مهمه و این حس وفاداریش رو نسبت به مجموعه ما بالا میبره. با استفاده از این 8 نکته شما میتونید مشتری رو جذب و وفادار خودتون بکنید. دم همتون گرم که تا اینجای برنامه همراه من بودید. اگر این برنامه اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتم مفید بود حتما ویدیوی من رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید تا اونها هم بتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. برای حمایت از من کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید شما اولین کسی باشید که خبردار میشه. کمپین من رو هم میتونید دنبال بکنید، هشتگ یاداوری هایی که در ذهن میماند. مراقب خودتون باشید فعلا.